در بحثی که امروز ما داریم، طبق روالی که مطرح شده بود، امروز که 24 مهر 1400 است، من صحبت کوتاهی در مورد سینمای فاشیستی خواهم کرد و بعد شما سوالاتی رو که دارید بر اساس این صحبت و اون مطالبی که در کتاب انسانشناسی هنر خوندید میتونید مطرح بکنید و ما بتونیم به یک نتیجه‌گیری در این مورد برسیم. هفته گذشته ما در مورد سینمای ایدولوژیک در آمریکا صحبت کردیم و هفته آینده هم در مورد سینمای توتالیتاریستی شوروی صحبت خواهیم کرد. صحبتی که در اینجا میشه جنبه صرفا درآمد داره، جنبه این رو داره که شما علاقمند بشید که مطالعات جدی بکنید. در مورد مسائلی که در اینجا بحث میشه اغلب شما خیلی راحت میتونید به زبان فارسی، ولی خیلی بیشتر و راحتتر به زبان انگلیسی میتونید منابعی پیدا کنید و کارتون رو ادامه بدید. بیشتر هدف این است که شما رو اون یه مقداری روی نکات مهمی که از لحاظ به اصطلاح علوم اجتماعی و انسانشناسی وجود داره، در اینجا ما با شما بحث کوتاهی رو داشته باشیم. خب، برای که ما سینمای فاشیستی رو بخوایم درک بکنیم، باید ابتدا بگیم که کسی که بخواد اصولا در مورد فاشیسم که نیمه اول قرن بیستم رو تقریبا پوشش میده، یعنی واقعا اگه ما بخوایم بگیم دوران شکوفایی سیستم های توتالیتاریستی، باید بگیم که این سیستم ها سیستم هایی هستن که به نوعی نصف قرن بیستم رو در دست خودشون گرفتن. یک اروپای اردوگاهی ایجاد میکنن، اردوگاه های مرگ سمبل اروپای نیمه اول قرن بیستم هستن، هرچند که خود این اردوگاه ها بعضیشون طولانی نیست. در آلمان فاشیستی بین 1933-34 که هیتلر به قدرت میرسه تا سال 45 است، و در شوروی خب اردوگاه های کار اجباریش خیلی بیشتره و همطور حالا جای مختلف، ولی به هر حال شوکی که اینا وارد میکنن تا امروز هنوز باقی مونده. منتها به صورت خیلی متناقضی این اروپای توتالیتاریستی که خودش از به اصطلاح یک سیستم استعماری بیرون آمده، چون ما میدونیم که اوج دوره استعمار و بردهداری در قرن 19 است و خب که کمک میکنه که دولت های صنعتی ساخته بشن، اما این به نوعی در اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 رو به زواله و داره از بین میره و البته تا پایان جنگ جهانی دوم طول میکشه که استعمار کاملا از بین بره، ولی در همین دوران زوالی که داره اتفاق میفته در سیستم های استعماری است که سیستم های توتالیتاریستی میتونن در اروپا به قدرت برسن. ما شاهد قدرت گرفتن یک پوپولیسم راست هستیم، یک نوع عامه‌گرایی که از تماتیک های ملی گرایانه استفاده میکنه، از تماتیک های نژادی استفاده میکنه، از مضامین نژادی، مضامین ملی گرایی، مضامین اسطوره‌ای بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیره، به خصوص در آلمان هیتلری که ایدئولوک های اولیش که میان و به هیتلر کمک میکنن، برخلاف خود هیتلر که فرد بیفرهنگی بوده، آدمهایی بودند که آدمهای تحصیل کرده بودند، فهمیده بودند و اینها
خیلی هاشون طرفدار شدید اسطوره های شمالی اروپا بودند، اسطوره های جرمانیک اغلب به اینها میگن، و در رژیم هیتلری یک نوع به تحقق رسیدن این اسطوره ها رو میدیدن، یعنی اینکه یک نژاد برتر به اصطلاح جرمانیک روی کار بیاد و همینطور یک نوع بازخوانی کاملا سطحی از مثلا فیلسوفانی مثل نیچه که خب بروی از افراد واقعا تصورشون این بود که گفتمان نیچه یک گفتمانی است که تشویق داره میکنه یا به هر حال داره اون بحث ابرمردی که مطرح میکنه همون ابرمرد فاشیستیه که هم چیزی نیستش، این یک نوع برداشت خیلی سطحی هستش و غیره. و خب ما در ابتدای قرن بیستم یک اروپای بسیار مدرن رو داریم. این مسئله خیلی مهمی که همیشه باید در خاطرتون باشه. ما برای اینکه بتونیم بفهمیم چطور یه دفعه فاشیسم میاد و سیستم های توتالیتاریسم میاد، این هم صادق راجب سینمای فاشیستی آلمان، هم صادق راجب سینمای توتالیتاریست شوروی. اینو باید در نظر بگیریم که مثلا بین سالهای 1890 تا 1910-15 یعنی تا جنگ جهانی اول، در واقع شما یک اروپای بسیار بسیار مدرن رو دارید که داره زاده میشه. ما به نوعی شاهد زاده شدن مدرنیته هستیم، مدرنیته به خصوص هنری، در معماری، در سینما، در حوزه‌های مختلف به خصوص هنر و شهر مدرن که داره زاده میشه. این خیلی مهمه. شهر مدرن در واقع زایشش در ابتدای قرن بیستم اتفاق میفته. درسته که دیوید هاروی میگه پاریس پایتخت مدرنیته و این رو وصل میکنه به معماری که عثمان که فرماندار پاریس بود زیر نظر لوی بوناپارت ناپلئون سوم اجرا میکنه و پاریس رو درست میکنه و به همین جهت میگه پاریس پایتخت مدرنیته. به نظر من بیشتر از اینکه ما بتونیم بگیم پاریس پایتخت مدرنیته بوده، باید بگیم وین پایتخت مدرنیته بوده. در و مدرنیته هم با پاریس فرض بکنید دهه 70-80 شروع نمیشه در قرن 19، بلکه با برلین و وین سالهای ابتدای قرن 20 شروع میشه. و این رو در همون مقاله، مجموع مقالات که توی کتاب انسانشناسی هنر من آمده شما میتونید ببینید. در اونجا من نشون دادم که چطور مدرنیته هنری در همه رشته ها ریشهش برمیگرده به وین و اتریش دهه اول قرن بیستم، از جمله در سینما. و بنابراین شما همیشه وقتی سینمای آلمان رو نفسی که خب پایه سینمای فاشیستی هستش و پیش از سینمای فاشیستی آمده بررسی کنید، به نامهای خیلی بزرگ برمی‌کنید. یعنی که ما از دهه اول قرن بیستم یک سینمای فوق‌العاده ارزشمند داریم در آلمان. فرض بکنید شما کارگردانهایی دارید مثل روبرت وینه که در سال 1920 فیلم کابینه یا مطب دکتر کالیگاری رو می‌سازه، یا فرض بکنید که مورناو که در 1922 نوسفراتو رو میسازه، نوسفراتوی خفاش، و یا فریتز لانگ کارگردانی که بعداً جهانی میشه که در سال 1927 فیلم متروپولیس خودش رو میسازه و این فیلم ها همه در دسترستون هستش. و اگر به اینا نگاه کنیم میبینید که، و ماکس راینهارت
ماکس رینارد که یکی از فیلمسازهای بسیار بزرگی است که بعد به آمریکا میره، اکثر اینا میرن به آمریکا بعد از اینکه فاشیسم میاد. و خب این ما یک سینمای اکسپرسیونیستی داریم که خود اکسپرسیونیسم آلمان چه در نقاشی چه در به اصطلاح سینما گویای وحشتی است از یک شبحی که داره از راه میرسه، یک اتفاق شومی که میخواد بیفته و همه در انتظارش هستن، گویی همه منتظر این هستن که فاشیسم از راه برسه، همه به نوعی میدونند که وضعیتی که وجود داره قابل دوام نیست، چه به خصوص به دلیل تضادی که وجود داره. یعنی ما از یک طرف میبینیم که با یک سوپر مدرنیته، با یک اوانگاردیسمی روبرو هستیم که واقعا بدون اغراق من میتونم بگم 100 سال از خودش جلو، از اون دوره‌ای که درش هست جلوتره. وقتی به سینمای فریتز لانگ نگاه میکنید، وقتی به متروپولیس نگاه میکنید یا به کابینه دکتر کالیگاری نگاه میکنید، خب میبینید اینا برغم اینکه فیلم های صامت هستن واقعا از زمانه خودشون خیلی جلوترن، 100 سال جلوترن. خب همین در نقاشی هست، در نقاشی فرض بکنید یک کسی مثل اوتو دیکس رو در نظر بگیرید، یا در معماری هستش کسانی مثل لوز در اتریش و دیگران، اینها واقعا از دوران خودشون جلوتر هستند. در مکتب معماری و طراحی صنعتی باوهاوس که در آلمان وجود داره قبل از اینکه فاشیست‌ها روی کار بیان، این وجود داره، یک نوع اوانگاردیسم بسیار مدرن که جامعه براش آمادگی نداره. فاشیسم در نهایت چیزی نیست در آلمان جز واکنش جامعه سنتی که یک باره با یک آوانگاردیسم بسیار قدرتمند هنری روبرو شده و شهری روبرو شده و فناورانه روبرو شده و علمی روبرو شده و نمیتونه اینو حذف کنه، خودشو در خطر میبینه، یعنی احساس میکنه که ممکن از بین بره. یک واکنش روستایی به همین جهت هم هستش که مزامینی که بعد ما در سینمای فاشیستی آلمان میبینیم مزامین بسیار پوپولیستی است. و وقتی من میگم پوپولیستی، در این کلمه پوپولیستی یعنی عامه گرایانه، در واقع مزامین یک جامعه سنتی پیش‌صنعتی روستایی مورد نظره، یعنی یک نوع سنتگرایی، یک نوع یهود ستیزی، یک سنت بسیار ریشه داره در اروپا که خب فاشیست ازش استفاده میکنن، یا دشمنی که در آلمان وجود داره در اون سالها در اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 با کشوری مثل انگلستان و با کشوری مثل فرانسه، که خب اینها جز مزامین بسیار بسیار قدرتمند باز فیلم ها هستن. البته در فیلم ها عمده مزامین میتونیم بگیم که برمیگردن به مسئله یهود ستیزی. به هم جهت هستش که دو تا اگر بخوام بگیم مضمون اصلی در سینمای فاشیستی آلمان وجود داره، همون مضامین ایدئولوژیکی است که رژیم بر اساسش بنا شده و همون مضامین هستش که باعث میشه که این رژیم به یک رژیم خودویرانگر تبدیل بشه و خودش رو نابود کنه. و 5 سال بعد سال 1933 هیتلر به قدرت میرسه و 12 سال بعد آلمان با خاک یکسان میشه. و خب ولی در این مدت بالای 1000 تا فیلم ساخته میشه، برای که فاشیست ها یکی از اولین کارهایی که میکنن بعد از اینکه دموکراسی رو رسما لغو میکنن، پارلمان رو تعطیل میکنن، تمام نمایندگان مخالف رو دستگیر میکنن و بنابراین فراموش نکنید که فاشیست ها قبل از اینکه به نجات پرستی بپردازن، یعنی یهودیان رو دستگیر کنن، مخالفان سیاسی خودشون رو دستگیر میکنن که اینا مسیحی بودن،
از گروه های مختلف بودن که آدم های خیلی هوشمندی بودن، آدم های خیلی متعارفی بودن. به دولت وایمار که یک دولت به اصطلاح دموکراتیک بود وصل بودن و اینا رو دستگیر میکنن و میفرستن به اردوگاه. آلمانی های بسیاری در اردوگاه های مرگ کشته میشن، حتی قبل از یهودیان. خب و هیتلر بلافاصله بعد از اینکه این مسئله مخالفین رو و دموکراسی رو تعطیل میکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه این است که یکی از نزدیکانش رو که جوزف گوبلز هست، گوبلز رو به عنوان وزیر فرهنگ معرفی میکنه و گوبلز یک برنامه بسیار گستردهی ترتیب میده برای اینکه شستشوی مغزی بده مردم آلمان رو، و از این و میتونم بگم خیلی موفقه. یعنی ببینید تفاوت، همیشه من گفتم، بین فاشیسم یا دیکتاتوری یک کشور توسعه یافته با یک کشور عقب افتاده اینه که در یک کشور عقب افتاده ممکنه خیلی هم بیرحمی هم بیشتر باشه، چه میدونم فشار هم بیشتر باشه، ولی کارایی نداره، یعنی کسی باور نمیکنه به اون قضیه. ولی در یک کشور توسعه یافته حتی اگر خشونتی کمتری هم به کار بره، تأثیر اون ایدئولوژی رو شما خیلی راحت میتونید ببینید و اینو الان شما تا امروز هم میتونید ببینید که خب ایدئولوژی و کیش شخصیتی که مثلا اینکه آدم مثل ترامپ میاره ضد پارلمان گرایی که یکی از مضامین اصلی پوپولیسم راست است، ضد پارلمان گرایی، کیش شخصیت، ضدیت با مفهوم دولت، تشویق نخبه گرایی، تشویق داروینیسم اجتماعی، به نوعی مقصر جلوه دادن فقرا به خاطر فقرشون و کسانی که فرهنگ ندارن به خاطر بیفرهنگیشون و اینکه این تقصیر خودشونه و ربطی به جامعه نداره، و این تمایل که تو جامعه رو تبدیل کنن به یک چیزی که خودشون میگن قانون جنگل، یعنی که در اون هر کسی باید گلیم خودش از آب بکشه بیرون، ولی زیر یک رهبری قدرتمند حزبی که یک مضمون اصلی هستش در آلمان و مضمون دیگه که نژاد پرستی جرمانیک هست، یعنی که نژاد جرمن نژاد برتر هست و این نژاد یک نوع مشروعیت ذاتی، من روی این کلمه ذاتی خیلی تاکید میکنم، دلیل اینکه بسیاری از ایدئولوژی های توتالیتاریستی و فاشیستی از همین مفهوم ذات میاد، از مفهوم ذاتگرایی اسانسیالیسم یا از مفهوم اصالت. کسانی که امروز هنوز دارن از اصالت دفاع میکنن به این نکته توجه ندارن که اصالت تقریبا همیشه ریشه و منشأ ایدئولوژی های بسیار بیرحم و بسیار وحشیانه مثل فاشیسم بوده. خب اینا میان و این مضامین رو وارد سینما میکنن. گوبلز کارش چیه؟ گوبلز خیلی زود متوجه میشه که چقدر سینما قدرت داره. از کجا متوجه میشه؟ خب یه مقدار که خب همه این رو با تکنولوژی متوجه میشن، یعنی که کاری که با سینما میتونه بکنه، تکنیک هایی که خیلی زود پیدا میشه توی سینما بین سال، میتونم بگم بین از زمانی که سینما ابداع میشه از اواخر قرن 19 تا دهه 1910-1920 همه بسیاری تکنولوژی های خاصی در سینما پیدا میشه که همه میتونن متوجه باشن که چه کارهایی میشه با سینما کرد، مثلا با زاویه دوربین، با صدا، با استفاده از تصاویر خاص، با استفاده از جلوه‌های ویژه یک معجزه میتونه بکنه سینما، میتونه در زمان انسان‌ها رو جابجا کنه، میتونه ذهن رو به عقب ببره، به جلو ببره، میتونه یک واقعیت مجازی ایجاد کنه و به نوعی اگه بخوایم بگیم میتونیم بگیم سینما اینترنت
ابتدای قرن بیستم. اگر ما در انتهای قرن بیستم به یک چیزی میرسیم به نام اینترنت، فضای مجازی و غیره و میبینیم همه چیز رو داره زیر رو میکنه، سینما هم در ابتدای قرن بیستم همین کار رو میکنه. یکی از اینجا میرسه گوبلز، یکی هم یک مثال داره گوبلز که حالا هفته آینده راجبش صحبت میکنم، اون مثال انقلاب روسیه است. در روسیه در سال 1917 انقلاب میشه و و یک دوره شما دارید بین 1917 تا تقریبا 1923-4 که لنین میمیره و در این دوره هنوز دولت به رغم اینکه خشونت خودش رو و علیه مخالفین شروع کرده، هنوز به هنر خیلی وارد نشده و هنر خیلی آزاده در این دوره توی شوروی و بسیار آوانگارده، بسیار آوانگارده. شما در سینما کسی مثل ژیگاورتوف رو دارید که اصلا سینمای آوانگارد تجربی رو شروع میکنه، ولی همزمان با این شما میبینید که سینمای پروپاگاند هم شروع میشه. منتها ابتدا با یک سینمای، حالا اینا رفته و یعنی دقیق تر میگم، با سینمای آیزنشتاین و غیره و بعد دیگه کاملا تبدیل میشه به یک سینمای پروپاگاندی. این مثال برای گوبلز خیلی مهمه و معروف هستش که او دعوت میکنه اصطلاح سینماگرای آلمانی رو و فیلم آیزنشتاین رو براشون پخش میکنه و فیلمای آیزنشتاین رو براشون پخش میکنه و میگه ما چنین سینمایی میخوایم، یک سینمای تهیجی، یک سینمای پروپاگاند، یک سینمایی که مردم رو واقعا تحریک کنه، منتها با مضامین متفاوت. در اون سینما مضامین مثلا طبقه کارگر و مخالفت با چه میدونم اشرافیگری و غیره هستش، در این سینما مضامین ضد یهودیگریه، ضد مضامین ضد فرانسوی، ضد به خصوص انگلیس، مضامین دفاع از نژاد ژرمن هست و همینطور یکی از محورهای اصلی سینمای فاشیستی کیش شخصیت هیتلر که در این مورد سینماگری دارید شما که بسیار معروفه، یک زن هست، لنی ریفنشتال، که تقریبا همه میپذیرند که لنی ریفنشتال یک سینماگر بزرگ بود و فیلم هایی ساخته مثل اراده پیروزی و غیره، فیلم هایی که در مورد هیتلر ساخته و کیش شخصیت هیتلر رو واقعا به صورت فیلمیک در میاره و از تمام تکنیک های سینما هم استفاده میکنه و این فیلم ها از لحاظ فیلمی واقعا جز شاهکارهای سینما هستن. ولی اگر از ریفنشتال بگذریم، سایر کسانی که فیلم میسازن مثل گیورگ پابست که همون فیلم جهود سوس، سوس یک جهود که در سال 1940 ساخته میشه، یا وایت هارلان و دیگران، اینها و بسیاری بسیاری دیگه از فیلمسازان تماتیک های خیلی تکراری رو دارن، گفتم بهتون ضد یهودیگری، ضد کمونیسم هم میاد جز اینها، فیلم های بسیار زیادی علیه بلشویک ها میسازن و علیه شوروی میسازن و اینها مضامین اصلی سینمای فاشیستی. این سینمای فاشیستی به دنبال این هست که مردم رو با خودش همراه کنه در این مضامین عمومی با حرکت از کیش شخصیت. اگه من بخوام یک سلسله مراتبی رو عنوان کنم، میگم قبل از هر چیزی کیش شخصیت که کل نظام هم بر اون پایه میگشت، یعنی که پیشوا یا هیتلر در رأس سیستمه و باید او رو پرستید و هر چیزی که او بگه قانونه، قانونی جز چیزی که او بگه وجود نداره. بعد از اون اصالت نژاد ژرمن هست و اینکه باید ژرمن ها
بر جهان غالب بشن و حتی در بین سفید پوستان باید جرمن ها از همه جلوتر باشن و یک سلسله مراتب بین اونها به وجود بیاد. یک سیاست ناتالیستی هستش، یعنی زادگرا، یعنی سیاستی که به دنبال اینه که جمعیت رو زیاد کنه. هیتلر میگفت که باید هرچه بیشتر سرباز ما داشته باشه، رایش سوم یا به اصطلاح دوره سلطنت سوم آلمان، و بنابراین کاملا مخالفت میکرد با چهره زن به عنوان یک چهره اجتماعی، یعنی زنانی که مثلا کارهای مردانه توی گیومه بکنن، بلکه زن رو در قالب زنانگیش روش تاکید داشت، یعنی مادر بودن، حتی جذاب بودن، زیبا بودن و غیره، قالب جنسیش و قالب جنسیتیش. و خب این باز از مضامین بسیار مورد تاکید فاشیست ها بود در سینمای خودشون، و حتی به نوعی طبیعتگرا، یعنی یک نوع بازگشت به طبیعت، تمجید طبیعت، یک سینمای ضد شهری. میتونم من این واژه ضد شهری رو در مورد سینمای فاشیستی آلمان به کار ببرم، یک سینمایی که از روستا تجلیل میکنه، از ریشه ها، همون اصالتی که من گفتم، از اصالت به اصطلاح دفاع میکنه. برعکس سینمای فاشیستی، نکته جالب این است، سینمای فاشیستی آلمان اصلا یک سینمای دینی نیست. چرا؟ چون ایده فاشیسم آلمانی که از حزب نازیسم میاد، یعنی نازیسم در حقیقت، یا به ملی‌گرایی برمیگرده، نازیسم جمعی است از ناسیونال سوسیالیسم، یعنی مخفف ناسیونال سوسیالیسم است، از یک طرف ملی‌گرایی درش تاثیر داره و از یک طرف سوسیالیسم، یعنی علت این که هیتلر میتونه آرای زیادی بیاره و انتخاب بشه این هستش که به صورت گسترده‌ای کسانی که در حزب کمونیست آلمان بودن میرن توی حزب فاشیست و به هیتلر رأی میدن در انتخابات و هیتلر روی کار میاد. خب این مجموعه از مضامین از این سینما یک سینمای مؤثر میسازه، سینمای مؤثر، مؤثر ایدئولوژیک میسازه. از این لحاظ من میتونم سینمای فاشیستی رو دارای همون تأثیری بدونم که سینمای آمریکا داشته، ولی سینمای آمریکا هم طور گفتم تأثیرش پایدار بوده، دراز مدت بوده. سینمای فاشیستی آلمان اونقدر پرخاشجو هست، اونقدر به دنبال جنگ، اونقدر به دنبال درگیر شدن با این و اونه و دشمن تراشیدن برای خودش هست که سیستم نابود میشه و به همراهش سینماش هم نابود میشه. اما این یک نکته اساسی است که مردم رو به نظر اکثریت تاریخدانان قانع میکنه. نمیگم در آلمان هیتلری مخالفی وجود نداشت، اما اکثریت مطلق مردم طرفدار سیستم بودن. و چرا؟ چون اون رو کارا میدونستن، اون رو سیستم میدونستن که اونها رو از شر فقر و فلاکت سالهای 20، سالهای 1920، سالهای بین دو جنگ بیرون آورده بود، و به این ترتیب کاملا میتونن نظریات فاشیستی رو در جامعه تبلیغ بکنن. ولی وقتی که کل نظام سقوط میکنه، سینماش هم همراه اون سقوط میکنه و این سینما سینمایی نیست که دیگه باقی مونده باشه. دیگه امروز شما فقط فیلم های دوره فاشیسم رو میتونید در مراکز خاصی ببینید و استقبالی ازشون نمیشه، در حالی که هنوز که هنوزه شما میبینید که فیلم کابینه دکتر کالیگاری که مال 1920 یا فیلم متروپولیس فریتز لانگ که مال 1927 نمایش داده میشه و این تفاوت هنر واقعی و یک شبه هنر ایدئولوژیکی که ما در دوره هیتلریسم با اون روبرو بودیم.